خبر بسیار خوش به مردم افغانستان، گشایش دسترخوان ملی به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید چینل ون اسمارت را سابسکرایب نمایید. رئیس جمهور افغانستان در برنامه گشایش دسترخوان ملی هشدار داده است که کسانی پول ملت را حیف میل کنند از پا آویزان خواهند شد. با گزارش سپوتنیک با نقل از تلویزیون یک، برنامه زیر نام دسترخوان ملی امروز شنبه 28 سرطان در ارگ ریاست جمهوری گشایش یافت. این برنامه در دو مرحله تطبیق خواهد شد و 4.7 میلیون خانواده در سراسر کشور زیر پوشش قرار خواهد گرفت. این برنامه برای کمک به نیازمندان با هزینه 244 میلیون دلار راه اندازی شده و قرار است این روند به زودی عملا آغاز شود. رئیس جمهور غنی در گشایش این برنامه گفت که 90% مردم افغانستان زیر خط فقر 2 دلاری زندگی می کنند. آقای غنی به کسانی که آرزوی حیف و میل کردن پول ملت را در سر دارند هشدار داد که به سرنوشت رئیس نور و استاندارد گرفتار خواهند شد و آنان را از پا آویزان خواهد کرد. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در برنامه دسترخوان ملی گفت که این برنامه در مرحله نخست در 123 ولسوالی تمام ولایت ها با هزینه 86 میلیون دلار تطبیق خواهد شد و 1.67 میلیون خانواده را پوشش خواهد داد. آقای صالح تاکید کرد که در مرحله دوم این برنامه در 235 ولسوالی 34 ولایت و با هزینه 158 میلیون دلار اجرا خواهد شد و 2.5 میلیون خانواده از این کمک ها مستفید خواهند شد. در حال برنامه زیر نام دسترخوان ملی گشایش می‌یابد که پیش از این حکومت برای نیازمندان نخست روند توزیع گندم و آرد، سپس در ماه رمضان نان خشک توزیع کرده بود. تشکر از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.